وقتتون بخیر، خیلی ممنونیم که امشب با ما هستید تا به همراه شما با آقای دکتر محمد راقب صحبت کنیم. ایشون مترجم کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها و مقاله کشتی با فرشته هستند از رولان بارد که به تازگی منتشر شده و کتاب دیگری هم با ترجمه ایشون منتشر کردیم، کتاب روایت شناسی اثر مانفرد یان که این کتاب هم به چاپ دوم رسیده و در یک گفتگوی دیگری قبلا با آقای دکتر راجع به این کتاب صحبت کردیم و خیلی خوشحالیم که امشب در خدمت ایشون هستیم تا بیشتر آشنا بشیم با روایت، ساختار روایی و همچنین با رولان بارت، متفکر، فیلسوف و منتقد و نظریه پرداز ادبی قرن بیستومی فرانسه. آقای دکتر، کتاب یعنی اول سلام عرض کنم خدمتتون، خیلی خوش اومدین. در خدمتتون هستیم. سلام دارم هم خدمت شما خانم دکتر، هم دوستان عزیزی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم با این کتاب و امیدوارم که بتونم به پرسش‌های شما و بینندگان پاسخ بدم. خیلی هم ممنون. درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها عنوان مقاله‌ای هستش از بارد که قبلا انگار انتشارات رخداد نو این رو با ترجمه شما منتشر کرد. چطور شد که این مقاله دوباره با اضافه شدن مقاله دیگه‌ای که کمتر شناخته شده است از بارد در این کتاب منتشر شده؟ سپاسگزارم. سوال خوبیه واقعا برای شروع این صحبت. از اونجا که در واقع باید بگم که سابقه این کتاب یه ذره قدیمتر از این زمان برمیگرده، زمانی که من داشتم پایان‌نامه کارشناسی نمایشم رو می‌نوشتم، در اونجا در واقع این مقاله درآمدی بر تحلیل ساختاری و روایت‌ها اساس کار من بود و من یه ترجمه از اون انجام داده بودم سال 87 با انتشارات رخداد نو که خب تازه شروع کرده بود، کارهای خوبی رو هم در آورد و خب خیلی از دوستان ما که اون سالها جوان بودن چرا اولین کاراشون رو با همین انتشارات در آوردن، چاپ شد و بعد از یه مدت چاپ دوم و بعد خب انتشارات رخداد نو دیگه به اون شکل ادامه نداد و این کتابمون و من از اونجا که خب تجربه خیلی خوبی داشتم درباره کتاب روایت شناسی مانفرد یان با انتشارات ققنوس، فکر کردم که چه جایی بهتر از ققنوس برای اینکه این کتاب چاپ بشه برای دفعه سوم، چون فکر می‌کردم کتاب خیلی هم مورد نیاز باید باشه. ولی درباره خود متن اگه بگم که تو هر کدوم از این چاپ ها هم در واقع یه بار ویرایش شده، به قول دوستی میگفتش که شلوخوف دون آرامش انقدر ویرایش نکرد که تو برمیداری کتاب رو ویرایش میکنی، این البته برای ناشران ممکنه دشواری هایی داشته باشه، ولی برای من به عنوان مترجم این که هر بار که این کتاب قرار چاپ شه یه دور خونده بشه و بخشی از مشکلاتش گرفته بشه و چیزهای تازه‌ای بهش اضافه بشه به نظر من چیز خوبی. اگه بخوام ساده درباره دو تا مقاله صحبت کنم پیش از بحث، خود مقاله درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت ها در سال 1966 چاپ شده اصلش و مقاله دوم که کشتی با فرشته باشه در 1971. اینا در واقع یه شباهت هایی دارن با هم دیگه و یک تفاوت هایی دارن. اینکه چی شد که بعد مقاله دوم در واقع کشتی با فرشته رو اینجا اضافه کردم، باید بگم که دلیل اصلی شاید کرونا بود. این مقاله رو داشتم میخوندم و بعد دیدم چه مقاله خوشگلیه برای اینکه چاپ بشه به فارسی، به خاطر اینکه فوایدش حتی میتونه در حوزه الهیات هم به نوعی دیده بشه به خاطر اون تحلیل متن. به خاطر اون استکاکایی که توی این متن مورد توجه قرار میده، به خاطر همین اونم ترجمه کردم و به این اضافه کردم. خب پس این کتاب با دو مقاله رولان بارد ترجمه و منتشر شده. در مقدمه خیلی کار به نظر من هوشمندانه بود آقای دکتر که یک سری مفاهیم رو تعریف کردین که با مخاطب خودتون به نوعی در معانی این واژه‌هایی که بسیار هم در کتاب و پک میکنم در این بحث روایت شناسی مهم هستش به تفاهم برسید. یکی از این چیزها، واژه ها، روایت هستش و تعریفی که از روایت ارائه دادید و گونه به گونه بودن روایت رو مطرح کردید. خب از خودتون بشنویم واقعا روایت چیه و این چطور میرسیم به بحث حالا علم روایت شناسی؟ بله،
درباره این مقدمه هم باید بگم که از اونجا که خانم دکتر هم اشاره کردن، نکته اینجاست که واژه هایی که بارت استفاده میکنه معمولا واژه های پر دست اندازیه، پر گرفت و گیره. ما ترجمه های متفاوت هم ازشون تو فارسی داریم و معمولا خوانندگان هم اینجا دچار مشکل میشن. این حتی معمولا در ترجمه از فرانسه به انگلیسی هم این مشکلات بخشش دیده میشه. یه اعترافی هم بکنم قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، و اون اینه که واقعا شاید من اگه برگردم به اصولها دیگه متنی رو که اصلش فرانسه است از انگلیسی ترجمه نخواهم کرد. ولی که چرا دوباره اینو چاپ کردم، چون واقعا احساس کردم که من این متن رو خیلی خوندم، خیلی روش سوارم به تصور خودم البته، و خیلی از اون گرفت و گیرا و نقطه های جزئیش رو میتونم توضیح بدم و حرف بدم. دلیلی که در واقع اینو دوست داشتم دوباره چاپ بشه همینه. ولی درباره کلمه روایت، اون چیزی هم که من در مقدمه البته خیلی کوتاه گفتم، ولی در یک مقاله دیگری که چاپ شده در پژوهشنامه انتقادی مفصل‌تر بیان کردم، این موزلی که ترجمه‌های فرانسه به انگلیسی هم داره، اونم واژه قسی RECIT که توی ترجمه‌های انگلیسی هم همه بدون استثنا اینو نراتیو ترجمه کردن بدون استثنا، چون انبوهی از کارهای حوزه روایت شده این واژه رو در خود دارن. البته بعضی از مترجمان مثلا مثل خانم محشید نونهالی توی اون کار معروف ریکورد که ترجمه کردن زمان و حکایت، این واژه رو به حکایت برگردونده، که من البته به عنوان معلم ادبیات فارسی میتونم بگم که با این کار مخالفم، چون حکایت برای ما یک معنای مشخص سنتی داره، ولی واژه روایت واژه عامیه. یعنی شما وقتی میگید روایت همه چیز رو در بر میگیره، همچنان که در پاراگراف اول این متن میگه، حتی فرض کنید حرفای عمو مردونکی خاله زنکی که ما میذاریم هم شکلی از روایت داره و هیچ وقت نمیتونیم به اینا بگیم حکایت، ولی میتونیم به اینا بگیم روایت، به خاطر عام بودنش این واژه انتخاب شده. ولی اون نکته دوم که گفتید درباره روایت شناسی، قبلش های دکتر من یه سوالی که برام پیش اومده، پس اینجوری که میفرمایید روایت انقدر عامه، ما چطور میتونیم روایت رو برای خودمون معنیش بکنیم؟ یعنی در حقیقت اون چیزهایی که در روایت قرار میگیره چیا میتونن باشن؟ اینم سوال خوبیه. گاهی وقتا روایت شناسا درباره این اختلاف نظر دارن، ولی پاراگراف اول این کتاب که خیلی پاراگراف معروفی هم هست، یعنی شما در کتاب روایت شناسی که به فارسی ترجمه شده همین اینتروداکشن هم مثل همون کتاب مانفردیان، خیلی وقتا میگه که این پاراگراف اول به عینه میاد و جواب سوال شما رو میده. به نوعی به نظر بارد اینجا یه چند خط، من نمیتونم همش رو، روایت در اسطوره، افسانه، حکایت، میگم حرفای عمو مردونکی، نقاشی، موسیقی، در همه چیز، یعنی اگه با چشم انداز بارد نگاه بخوایم بکنیم روایت محدودیتی نداره، همه جا هست. خب بریم سراغ حالا شناختن روایت یا علم روایت شناسی. این علم چه خواستگاهی داره؟ از کجا میاد آقای دکتر؟ و کلا مفهومش چیه؟ ما از چه نظر باید روایت رو بشناسیم یا میتونیم بشناسیم؟ در واقع باید پیشینه رو مثل خیلی از مفاهیم عمده نقد ادبی و فلسفه ببریم به یونان، برسونیم به بوتیقا و بگیم که ما اشاره های ظریفی در بوتیقا به بعضی از مباحث داریم. بعد از اون با فرمالیستای روس این بحث شروع میشه، اونا بعضی از مباحث رو مطرح میکنن، ولی همچنان این کلمه روایت شناسی وجود نداره تا ما برسیم به ساختارگراها. در ساختارگرایی توی کتاب تودوروف فکر میکنم 1968 یا 9 بعد بعد از حتی تألیف این مقاله برای اولین بار این واژه مطرح میشه، اصلا ساخته میشه. بله. با اینکه ما قبلش خب بالاخره داشتیم رو روایت کار میکنیم، ولی خود واژه جدیده. یه تذکرم بدم اینجا، ما وقتی میگیم نریتولوژی یا میگیم روایت شناسی تو فارسی، مقصودمون در واقع روایت شناسی ساختارگراست و میشه گفت به نوعی روایت شناسی سنتی. ولی وقتی میگیم روایت شناسی پسا کلاسیک، پست کلاسیک، یا میگیم نریتیو تیوری، یا میگیم روایت پژوهی، نظریه روایت، مقصودمون چیزیه که میشه مربوط میشه به دوران بعد از با دهه 70 و اینا به بعد، که در واقع شامل این کار ما نمیشه. این حوزه ما که داریم کار میکنیم یه کار خیلی کلاسیک در موضوع روایت. آی دکتر، یه تصوری که مخاطب داره این هستش که روایت با زبان مطرح میشه و نسبتی بین این دوتا وجود داره، اما شما در مقدمه زبان رو داخل گیومه گذاشتیم و به نوعی از اون چیزی که ما شاید فکر میکنیم جدا کردیم. منظور دقیق شما از زبان چیه در به خصوص در روایت؟ این درباره ارتباط روایت و زبان، اول از همه باید بگم که واقعا چیزیه که ناگزیره. من حتی اگه گاهی وقتا هم شده که درباره روایت در زبانهای دیگه هم صحبت کنم، ولی هیچ وقت نمیتونم انکار کنم که آن چیزی که روایت رو میسازه قطعا بحث زبانه، و به خاطر همین هم است که خیلی دارم میخواد وقت دارم کار
پژوهشی نوشتاری میکنم، رفتم برم سراغ روایت هایی که با زبانشون زندگی کردن، مخصوصا زبان فارسی مثل همه ما. این بحث زبان رو هم که گفتی، این هم یکی از همون مشکلاتی که ما با بارد داریم، باز تو ترجمه های فرانسه به انگلیسی هم بوده. یعنی من به خاطر همینم از چند تا ترجمه انگلیسی استفاده کردم برای این کار، البته فرانسه رو به کمک بعضی از دوستان دیدم، یا حتی خودم خط به خط سعی کردم که روی این جور مسائل مثل این کلمه زبان که شما گفتید یه تدقیقی داشته باشم در متن. اینکه دو تا واژه داریم، لانگ و لانگج، که خب وقتی اینا به انگلیسی ترجمه میشه جفتش لنگویج ترجمه میشه، ولی برای بارت این دو تا متفاوت بوده. یکیش در واقع عام‌تره در همون چشم انداز سوسوری اون لنگویج باشه، و دومی این لانگ که در مقابل لانگ و پارول، زبان و گفتار. این تمایزیه که خب یه ذره دردسرسازه و من مجبور بودم به خاطر همین یکشو بذارم داخل گیومه که نشون بدم ترجمه این یکیه و اون دوم رو بدون گیومه استفاده کنم. اشاره کردیم به سوسور، اشاره کردیم به زبان. فکر میکنم بهترین جایی هستش که بریم سراغ زبانشناسی سوسوری، چون پایه و اساس ساختارگرایی هم بر اساس اون شکل میگیره. اون مفهومی رو که ما تصور میکنیم به عنوان یه مخاطبی که میشنویم این هستش که زبان رو به عنوان یک نوع نظام و ساختاری پیدا میشه که درون اون الگویی هستش که این الگو رو میتونیم تعمیمش بدیم. چقدر این تصور عام درست هستش؟ خیلی تصور عامی نیست، تصور دقیق و علمی اگه بخوایم از چشم اندازهای ساختارگرانه، البته پسا ساختارگرا ببینیم. این بحثو یه چیزی داره لیوستروس، یه نکته‌ای داره درباره این که وقتی درباره یک مجموعه صحبت میکنیم، مجموعه حاصل جمع ساده اعضاش نیست. یعنی مجموعه همیشه چیزی بیشتر از حاصل جمع ساده اعضا داره. خب بنابراین این ساختار خیلی مهمه. طبیعتاً ما وقتی می‌خوایم بریم سراغ این نمیتونیم از چیزهای دیگه فرار کنیم، و چشم‌انداز سوسوری هم که شما میگید در سرتاسر این کتاب دیده میشه، جز آدمایی که بارت بهش ارجاع میده. اساساً ساختارگرایی بر مبنای اونه و روایت شناسی ساختارگرا هم در همون چشم‌اندازها معنا پیدا میکنه. این چیزی نیست که حتی تو دسته‌بندیایی که داره واقعاً این نگاه سوسوری دیده میشه کاملاً. یعنی اینطوری هستش که یک نوع نگاه استقرایی داریم، یک نوع نگاه استنتاجی داریم، که روش سوسوری منجر میشه به همون روش استنتاجی که بعدها بارت در تحلیل ساختاری استفاده میکنه. خودش هم اشاره داره به این نکته. بله بله. چطور این اتفاق میفته و چطور میتونیم ما یه الگوی واحدی پیدا بکنیم که از اون طریق بتونیم روایت های مختلف رو بر اساس اون بسنجیم؟ مثلا این به چه دردی میخوره؟ نهایتا به چی منجر میشه؟ اصلا این وقتی که درباره این موضوع صحبت میکنیم، ما باید بحث رو ببریم سر اصطلاح جهان شمولی، یونیورسالیتی. یعنی اینکه ساختارگراها و روایت شناسی ساختارگراها به دنبال این هستن که در واقع درباره اصلا دستور زبان جهانی روایت حرف بزنن. بنابراین اون چیزی که ما مثلا میگم درباره قصه ادگار آلن پو داریم، توی بحثی که بارت داره میکنه، ما میتونیم درباره داستان ایرانی یا قصه کهن خودمون داشته باشیم. این یونیورسالیتی که میگم در نگاه های پسا ساختارگرا و روایت شناسی پست کلاسیک چندان دیگه معتبر نیست، به ما کمک میکنه برای شناخت نظام روایت. این که میفرمایید چه فایده‌ای داره خیلی سوال مهمه. من همیشه میگم در هر کار این بحث اقتصاد، این فایده مهمه. من تصور میکنم همچنان که در اون کتاب روایت شناسی منفرد در همون ابتدا توضیح داده شده، روایت یک جعبه ابزار روایت شناسی، این جعبه ابزار برای اینکه ما وقتی میخوایم در حوزه داستان یا متن منصور یا حتی شعری که در واقع روایت رو بیان میکنه حرف بزنیم، ابزار داشته باشیم برای این گفتگو. همچنان که در حوزه شعر ما به شکل سنتی اینا رو داریم، علوم معانی بیان داریم، حالا عروض داریم، در مورد استعاره حرف میزنیم، ولی تو داستان ما نداشتیم. آخه توی مقدمه هم شما نوشتین که معمولا شعر کمتر خودش رو در این جعبه یا در این نظام جا میده تا داستان، انگار راحت تر میشه ساختار روایی داستان ها رو تحلیل کرد. درسته؟ این بسته به نوع شعر داره. اگه شعر ما ادبیات غنایی باشه، یعنی فکر کنید ما مثلا غزل حافظ بخونیم، خب بله، طبیعتا روایتمندی یا همون نراتیویتی که اصطلاح مهمی هم هست که یه چیز مدرجه میاد پایین و ما دربارش واقعا حرفی نمیتونیم بزنیم در حوزه روایت. ولی اگر بحث رو ببریم مثلا سر یه متنی مثل شاهنامه فردوسی که متن کاملا داستانی، حالا زبان شعره، چرا اونجا میتونیم صحبت کنیم؟ مسئله اون گونه در واقع شعریه، قالبش حتی شاید بگیم ساده‌تر.
پس در نهایت تحلیل ساختاری روایت ها به دنبال پیدا کردن الگو یا همون جعبه ابزاری هستش برای شناخت روایت ها، درسته؟ سازوکارهای روایت چجوری گسترش پیدا میکنه یه روایت، چطور باز میشه از هم؟ به معنای اون چی؟ چون دقیقا دارید که دلالت و معنازایی رو هم در روایت مطرح میکنید. اینم سوال خیلی خوبه، چون باز همیشه به خصوص امروز که ما تو پایان نامه هم خیلی اینو داریم که صرفا میریم سراغ توصیف، مثلا میگیم خب روایت این شکلیه. من همیشه فکر میکنم این به تنهایی کفایت نمیکنه. مقاله دوم این کتاب کشتی با فرشته که حالا تلاش هم میکنه رویکردهای در واقع ساختارگر رو باز هم استفاده کنه، حتی سراغ پراپ هم میره. اونجا ما میفهمیم که همین رویکردهایی که گاهی وقتا خیلی میتونه توصیفی باشه به کار این میاد که ما یک در واقع رخنه ایجاد کنیم در یک متن، یک سوال بزرگ بپرسیم درباره یک متن، سوالی که حالا از هر کدوم از طرف‌ها برای جوابش بریم به ما چیزهای تازه تری میده. پس در حقیقت در نهایت میرسیم به تحلیل متنی، درسته؟ یعنی نتیجه تحلیل ساختاری ما رو به خود بارت رو هم در مقاله دوم میرسیم به تحلیل متنی. یعنی چی آیده بشتر؟ سوال خوبیه، جوابش خیلی هم بلد نیستم ولی تلاش میکنم که جواب بدم. این دوتا مقاله تفاوتشون هم شاید همین باشه. مقاله اول به وضوح خب درآمد بر تحلیل ساختاری روایت هاست، خیلی مشخص میره سراغش. مقاله دوم که مقاله کلن کمتر دیده شده، نه فقط در ایران، در فرنگ هم واقعا اونقدر این مقاله خونده نشده، به خصوص که توی جایی هم چاپ شده که بیشتر مربوط میشده به کارهای مثلا الهیاتی. نکته اینجاست که خودش هم در مقدمه صحبت میکنه، اونجا میگه که ما چند تا سطح داریم که میتونیم در مورد این موضوع بهش برسیم و حرفش اینه که تحلیل ساختاری سه تا سطح رو میتونه در بر بگیره. یکی بره سراغ در واقع نمایه ها، ایندکس ها که توی متنم هست، بره سراغ در واقع الگوهای کنشوری، اکتنت ها، و بره سراغ خود کنش ها که میشه الگوی پیرفتی. و در واقع این الگوی پیرفتی رو که این پیش میبره به شکل اینو تحلیل متنی قلمدار میکنه. یه اصطلاحی هم با توجه به اشاره شما به مقدمه که اشاره خوبی بود، اونجا من درباره دلالت حرف زدم توی فارسی، گفتم دو تا کلمه استفاده میکنه به فرانسه که باز اینم از اون معضلاتی که تو ترجمه های انگلیسی بهش دقت نشده. یکی شما گذاشتیم دلالت و دومی رو معنازایی. تحلیل متنی بیشتر میره سراغ این معنازایی. مسئله مهم اینجا اینه که خواننده با خوانش یک متن چطور یه جوری معنا رو میسازه، معناهای متفاوت. این مقاله دوم اصلا درباره یک نکته داره صحبت میکنه، یک استکاک یا یک جیرجیر خوانایی، یه جایی که قیش قیش میکنه و ما معنا رو نمیتونیم متوجه بشیم. این در کجا اتفاق میفته؟ در من و شما که داریم کتاب مقدس رو میخونیم دیگه. و تحلیل متنی به نوعی سراغ این حوزه رفته، یعنی به دنبال این هستش که متن رو درک کنه و معنایی برای اون پیدا کنه مخاطب. حتی درک نه، اتفاقا درباره انفجار صحبت میکنه. از این نظر شاید یه ذره بشه گفت یه چشم‌اندازی رو به کارهایی که بعداً میخواد وارد حوزه پساساختارگرا حالا در یک مفهوم بشه. اونجا حرفش اینه که این معنا، این واژه ها، این مین هایی که تو متن هست چطور منفجر میشن و چرا بعد از انفجار اینقدر ما چیزای عجیب غریب میبینیم. دقیقاً اینجا بحث کشتی با فرشته همینه که یعقوب کدوم ساحل رود کشتی گرفته و چرا کشتی گرفته و حالا اون معنازایی که ما از متن داریم و تحلیل متنیه، حالا با هر کدوم از این تفاسیر، با هر کدوم از این درکایی که شما میفرمایید، ما چه تعبیر تازه میتونیم از متن بدیم. آی دکتر، اینجوری که شما فرمودین من به دنبال اینم که این متن چه نسبتی با مخاطب داره و چه نسبتی با خالق متن داره، یا مخاطب چطور میتونه متن رو معنازایی بکنه برای خودش در بستر تاریخی فرهنگی که مؤلف وجود داشته یا به اصطلاح فهم مؤلف صورت میگیره یا نه. ببینید دکتر، اینجاست که زمانی که این دو تا مقاله چاپ میشه هنوز بارت به اون شکل سراغ مرگ مؤلف نرفته، خب؟ ولی شما توی این متن نشانه هایی از این مسئله رو میبینید، یعنی این که واقعا به مؤلف کاری نداره. اون کتاب مقدس هم که صحبت میکنه خیلی به این کاری نداره که این متن مقدسی. البته بگم یه پاورقی جالبی داره که تشکر میکنه از یه استاد برجسته ظاهرا برای اونا که در این حوزه های مثلا سنتی حالا الهیاتی که مربوط به کتاب مقدس میشه ازش مثلا میگه اون خیلی بیشتر از من این نکته رو میفهمه. ولی نکته اینجاست که با وجودی که هنوز به شکل نظری این مسئله رو تبیین نکرده، ولی اینجا هم هیچ کاری به مؤلف نداره.
طبیعتا میاد سمت شما، من و شما خواننده، و بحث رو از اینجا پیگیری میکنه. دقیقا. آقای دکتر، این در نهایت کاری که بارت به خصوص در مقاله اول انجام میده، یعنی شناخت ساختارها، یه نوع نگاه تجربی نیست به متن و به نوعی ساختن یه سری میزانهایی که در نهایت منجر بشه به نظریه ادبی و نظریه انتقادی. ببینید، حالا اصلا نظریه انتقادی در معنایی که حالا میتونه معنای متفاوت داشته باشه. نه، من نقده. دقیقاً اشتباه گفتم. بله. نه خب، آخه ما اون واژه‌ام در معنای عام به خاطر نظریه انتقادی میتونه هر چیزی که مورد با نقد باشه غیر از معنای خاصی که داره. این نکته تجربی هم که گفتید برای خودم هم جالبه. واقعا به گمان منم بارت این شکل مواجهه رو با متن داره، چیزی که ما اتفاقا تو ایران کمتر داریم. ما معمولا برای تحلیل متن اول یه سری الگوهای پیش ساخته داریم، بعد میریم سراغ متن. ولی بارت کاری که کرده دقیقا همین چیزی که شما میگید، یک جور مواجهه تجربی با متون و حالا از دل اونها رسیدن به یک نظریه. البته بگم که بارت از اونجا که مشهور کردن بیمار مرض داره یا یه چنین چیزی، خیلی به شکل منسجم اینو مطرح نمیکنه. نوشتار بارت اینه، پیچیدگیش هم همینجوره. یعنی شما در لابلای خواندن این متن متوجه دیدگاه‌های در واقع فشرده درباره متن میشین، ولی متن فارغ از اون آن چیزی که مثلا ما امروز از این متن داریم و تو روایت شناسی استفاده میشه، که حالا میتونیم بعداً درباره‌اش صحبت کنیم، کلی بصیرت‌های جزئی درباره متن به ما میده، درباره نگاه کردنمون به متن. کتاب قبلی شما که روایت شناسی بود، نوشته مانفرد یار، یک نظریه پرداز آلمانی هستش، درسته، که استاد ادبیات انگلیسی هستش، بعد از کتاب در حقیقت بارت نوشته شده. نسبت این دوتا با هم چی هستش؟ به نسبت اینکه خب به هر حال این نظریه پرداز بعد از حتما این مقاله این کتاب رو نوشته. دقیقاً. ببینید، من از همینجا میتونم یه توصیه‌ای داشته باشم برای دوستان اگه میخوان وارد این حوزه ها بشن. کیا باید وارد این حوزه بشن؟ اینم سواله. به نظر من چون حالا کتاب خودم مجبوره بوده بگم، خواهش این که به نظرم تمام آدمایی که در حوزه علوم انسانی کار میکنن، چون واقعا بحث روایت شناسی بحثی نیست که منحصر به یک گرایش خاص باشه، از گرایش علوم اجتماعی گرفته تا شاید گرایش های مربوط به الهیات، نیاز دارن به چنین چشم اندازی، همچنان که کارهایی هم شده چه در الهیات ما، حالا چه در شکل های فرنگی. بنابراین میشه گفت که این جعبه ابزار رو همه نیاز دارن، همچنان که ما وقتی درباره استعاره صحبت میکنیم نمیتونیم اون رو توی یک چارچوب خاص نگه داریم، یه چارچوبیه که مربوط میشه به کل علوم انسانی. ولی درباره این دوتا کتاب، پیشنهاد من اینه که اون کتاب آبی که کار مانفرد یانه، بله، به نظر من به عنوان یک درآمد، چون درآمد خیلی ساده و تمیزی هم هست، این به همون سبکی که معمولا نوشتارهای انگلیسی دارن، خیلی منظم دو تا چهار تا و ساده میاد موضوع رو توضیح میده، اون در واقع مدخلی میتونه باشه برای بحث روایت شناسی. و پیشنهاد من اینه که اول اون کتاب رو بخونن و بعد بیان سراغ بار، تا با اون دستاندازهاش و مشکلاتش خیلی، یعنی اونا رو خیلی متحیر نکنه، بتونن متن رو پیش برن. البته اگه کسی از همین هم شروع کنه به نظر من استبعادی نداره، البته بهتره که خب با بارت آشنا باشه. ولی باز این نکته رو میگم که تو کار بارت به نسبت تصور من اینه که این متن شاید متن روشن‌تری باشه. من خواستم که از شما واقعا تشکر کنم. اگه صحبتی مونده درباره کتاب در رابطه با یه چیزی که حالا من فکر میکنم قبل از اینکه جلسه تموم بشه ازتون خواهش کنم، درباره نقد و تأثیری که تحلیل ساختاری برای نقد دارم اگه بفرمایید خیلی ممنون میشم. خواهش میکنم. من یه تصوری دارم که شاید تصور خیلی عامی باشه، نمیدونم، ولی فکر میکنم که نمیشه در حوزه در واقع داستان حرف زد بدون اینکه ورود ما از طریق روایت شناسی باشه. حالا روایت شناسی نه در معنای صرفا ساختارگراش، در یک معنای عام پسا کلاسیکی که خیلی دامنهای وسیع داره. یعنی ما حتی اگه می‌خوایم بریم سراغ جامعه شناسی ادبیات یا روان شناسی ادبیات، چون روایت شناسی پسا کلاسیک سراغ اینجور چیزا هم رفته، ما بنابراین ناگزیریم از این شاخه وارد شیم، به خصوص که این جعبه ابزارم هست. ما برای صحبت کردن درباره هر موضوعی نیاز به اصطلاحات و شناختن شگرد‌های سوری داریم. این به ما کمک میکنه و ما ناگزیریم از این که استفاده کنیم. تو ایران هم به نسبت توی 10-15 سال اخیر کارهای خوبی ترجمه شده، این روش‌ها استفاده شده. فقط مشکلش اینه که به نظر من ما روش‌ها رو یه ذره خشک استفاده میکنیم.
یعنی اون جنبه های تحلیلیش رو میذاریم کنار و خیلی سوری این متن ها رو نگاه میکنیم و مطابق گفته پیشین شما با متن تجربی مواجه نمیشیم. اول یک نظریه داریم، بعد یهو میپریم توی متن. ولی اگر که ما در خانش متن همینطوری که داریم میریم جلو به این فکر کنیم که چه چیزهایی میتونیم خودمون در متن به قول بارت معنازایی کنیم، چه چیزهایی رو بیافرینیم از آنچه که در متن هست، به نظرم روایت شناسی میتونه خیلی مفید و کارآمد باشه برای ما. اتفاقا ما یک کتابی داریم آقای دکتر به عنوان پرتاب های فلسفه که آقای دکتر محمد مهدی اردبیل این کتاب رو نوشتن. در یک جلسه که با آقای مصطفی ملکیان، استاد ملکیان صحبت میکردیم در رابطه با این کتاب، دقیقا همین مفهومی رو که شما میفرمایین که متن فارغ از مؤلف خودش و فارغ از مخاطب خودش مسیر خودش رو پیدا میکنه، یک عنصری هستش که وابسته نه به مؤلف هستش نه به مخاطب. این دیدگاه در تحلیل ساختاری مفهوم پیدا میکنه کاملا، چون واقعا وقتی ما میریم سراغ ساختار مد، ما واقعا به مؤلف هیچ کاری نداریم، صرفا برای اون ساختارها مهمه، دیگه خیلی به اون چشماندازها کاری نداریم. یه کاری که حالا بعداً روایت شناسای نسلی بعد تو مکتب شیکاگو که بعضیشون الان زندن انجام میدن اینه که از اونجا که تحلیل رو متنی میکنن و در واقع مخاطب محور میکنن، مثلا یه آدمی مثل جیمز فیلان در پایان کار خودش معمولا در پایان مقالهش هم میشه این تحلیلی که من از این متن دارم، یعنی به عنوان یک مخاطب، همچنین که بارت در یک کار دیگه تحت عنوان نقد و حقیقت که به فارسی هم ترجمه شده یه فصلی داره، فصل خیلی کوتاهی، میگه خواننده به نام منتقد یا ناقد، یعنی واقعا منتقد دیگه اون مقام الهی مقدسش رو از دست داده، همچنان که مؤلف از دست داده، یه مؤلف در اون مقام قدسی قرار نداره، منتقد هم نیست. ولی خب ما بالاخره با این نگاه ها میتونیم اون نظر شخصی خودمون رو درباره متن ارائه بدیم. خیلی ممنونم، اگر صحبتی دارید ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم، من صحبت ویژه‌ای ندارم، فقط خواستم درباره طرح جلدم بگم که این نقاشی خوشگلی که روی جلد هست مربوط به خود کشتی با فرشته میشه. در تو کشتی با فرشته میخوای توضیح میدین آقای دکتر؟ این کشتی با فرشته خیلی هم کلا قسمت معروفیه در کتاب مقدس در سفر پیدایش، فکر کنم همه دوستان خوندن، مربوط میشه به اون جایی که یعقوب با خدا یا فرشته کشتی میگیره. خب البته که بالاخره متن‌های ما فرشته اومد، ما فرشته ترجمه میکرد. نکته ای که وجود داره اینه که این یه تکرارهایی هم داره و با توجه به ترجمه هایی که وجود داره، حتی بارت که حتما بالاخره متن اصلی تری خونده تا من، شما یه جایی متوجه نمیشید که این کشتی در کجا اتفاق افتاده. خب چون یه تکرارهایی داره که دو تا تیکه از متن روی هم میافتن، نمیفهمید که آیا این طرف در واقع رودخونه اتفاق افتاده یا این طرف. بعد از گذروندن نمیدونم 11 تا زن و بچه و فلان و حیوانات اتفاق افتاده یا بعدش، و بر اساس همین بارت میاد حرف میزنه و میگه که اگه هر کدوم از این دوتا راه رو بریم ما به چه نتایجی میرسیم. یه کار جالب دیگه هم در این مقاله کرده، بعد از اینکه در واقع تحلیل پیرفتی کرده که خودش نوعی از تحلیل ساختاری میدونه، ولی در یک بخش بسیار کوچک پایانی اومده گفته من یه تحلیل کارکردی میکنم، همون کارکردها فانکشن های پراپ، حالا نقش ویژه چیزای دیگه هم ترجمه شده، و بعد یه تیکم تلاش کرده تحلیل چیز کنه کنشوری که در واقع سراغ گرمس رفته، متفکر لیتوانیایی. این دوره واژه کنشور هم شاید بد نباشه توضیح بدم. ما یه اکتر داریم، یه اکتنت داریم. اکتر هم معنی کنشگر در واقع تو متن هم اومده، ولی اکتنت رو که الگوی کنشوری که به خود شخصیت بیشتر مرتبط میشه رو ما تحت عنوان کنشور گذاشتیم که بین این دوتا واژه تمیز بریم. ببین یه چیزی که من خیلی وسواس داشتم، نمیدونم حالا تا چه حدم موفق شدم، اینو باید یه کسی که متخصص باشه و کتاب منو بخونه و نقد میکنه بگه، که سعی کردم این تفاوت‌های ساده واژگانی که بارت داره رو حفظ کنم تو ترجمه فارسی، تذکر بدم پیوسته اینجا مثلا توی چاپ اول دوم خب این نبوده، این دقت نبوده، مثلا هر دوی این واژه‌ها یه جور ترجمه شد، کنشگر ترجمه شد، ولی بعد فکر کردم خب این کار غلطیه و این دوتا رو از هم تمیز دادم. خیلی ممنون، ما خیلی واقعا از شما متشکریم که این وقت رو به ما دادین در این روزهای شلوغ پایان سال، در خدمتتون که با ما همراه بودن. ما امشب با آقای دکتر محمد راغب درباره کتاب درآمدی بر تحلیل ساختاری روایت‌ها و کشتی با فرشته، دو مقاله
معروف که مقاله اول که کاملا معروف و مقاله دوم به نسبت معروف از رولان بارت صحبت کردیم. کتاب دیگری هم با ترجمه آقای دکتر به عنوان روایت شناسی نوشته مانفرد یان ترجمه شده و منتشر شده و درباره روایت، روایت شناسی، زبان و ساختار چیزی هستش آقای دکتر که ما در خدمتتون باشیم. نه سپاسگزارم. اگر دوستانی سوالی داشته باشن مخاطبان ما، من در خدمتتون. اگر هم که نه سپاسگزارم از شما و تیم همراه واقعا. خیلی ممنونیم از شما. مرسی که در آخرین گفتگوی قرن با ما همراه بودیم. امیدواریم که پیشا پیش سال نو مبارک باشه و در سال جدید در خدمت شما باشیم. شبتون خوش. مرسی.